دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پویوت اکادمی رضا نظر به یستم تو این ویدیو بعد از مدت ها میخوام یه مقدار با اتون صحبت کنم خب دوستان عزیزم مرسی از همراهیتون مثل همیشه از بابت لطفتون محبتتون و همراهیتون با کانال یوتیوب پویوت اکادمی میخوام سمیمانه تشکر کنم چند تا موضوع بودش که میخوام در ارتباط باشون صحبت کنم مورد اول در ارتباط با کانال یوتیوب پویوت وب و دوره جاوا اسکریپت خب ما یه مدت زیادی در پویوت وب ویدیو نداشتیم بعد از پایان دوره HTML CSS ویدیویی نداشتیم و به تازگی دوره جاوا رو شروع کردم برای دوستانی دارم میگم این رو که اطلاع ندارن از کانال یوتیوب پویوت وب و نمیدونن که طراحی وب و دروس مربوط به طراحی وب رو در کانال یوتیوب پویوت وب ویدیوهاش آپلود میکنم دوره جاوا رو اونجا داریم این درخواست میکنم از پویوت وب هم پشتیبانی کنین و حمایت کنین ویدیو رو اونجا ببینید نکته مهم دیگه که میخوام دربارش باهاتون صحبت کنم در ارتباط با درس های صفر تا صد مایکروسافت ورد تا الان که دارم باهاتون صحبت میکنم 40 تا ویدیو آپلود شده در این هفته ویدیوهای چهل و یک به بعد رو شروع میکنیم به آپلود کردن و چند تا درس هم بیشتر نمونده من فکر میکنم بین 45 تا 47 تا درس میشه و البته مهمترین دروس این دوره هم فکر میکنم این آخرین ویدیو ها هستن که باید حتما بهشون توجه کنید ادامه کار جدول ها رو داریم در ارتباط با ظاهر جدول میخوام باهاتون صحبت کنم یه پروژه جدول خواهیم داشت یه پروژه کلی با درسایی که تا الان یاد گرفتین در ارتباط با جدول یه جدول کامل میخوایم از صفر طراحی کنیم همه این نکاتی که یاد گرفتیم رو درش اجرا کنیم و البته در همون ویدیو میخوام در ارتباط با نحوه محاسبات در جدول باهاتون صحبت کنم که خیلی مهمه یه چیزی مثل بخش توتال در درس های اکسل که اگر دیده باشید دوره صفر تا اکسل باشه آشنا هستین همون شرایط رو تقریبا میشه گفت خیلی خلاصه تر در نرم افزار ورد داریم زمانی که جداول رو تعریف میکنیم میتونیم یه بخش هایی رو که مربوط به محاسبه اعداد هستن در داخل جدولمون کنترلشون uh, کنیم که دربارش به طور کامل باتون با صحبت میکنم در همون ویدیو و بعدش میریم سراغ پی دی اف و نحوه تنظیمات خروجی گرفتن به صورت پی دی اف در ارتباط با ایندکس کردن و موارد مختلف باتون با صحبت صحبت میکنم که درس خیلی خیلی مهمیه و نکات خیلی مهمی دارن چیزایی که مدام باهاش سر کار خواهید داشت اگر بخواید از مایکروسافت استفاده کنید درس مهمی از دست ندین موارد رو و فعلا هم برنامه ای ندارم بعد از مایکروسافت ورد که چه کاری میخوام انجام بدم و چه دوره ای رو شروع کنم شاید دوره پاورپوینت رو شروع کنیم شاید فعلا مطمئن نیستم و بعدا تصمیم گیری میکنم راجع بهش به خاطر اینکه من میخوام یه مدتی بعد از اینکه درس ورد تمام شد برم سراغ پروژه ها یه مدت پروژه داشته باشیم هفته یه دونه یا دو تا ویدیو پروژه محور اجرا کنیم در ارتباط با نرم هایی که تا الان یاد گرفتیم در کانال یوتیوب و پورت آکادمی خب خیلی درس ها بوده خیلی نرم افزاره بوده که تا الان یاد گرفتیم به صورت صفر صد از فتوشاپ گرفته تا ایلاستریتور و این دیزاین و کورل uh, درو که این باخر بودش افتر افکت پریمیر همه مواردی که یاد گرفتیم بعد پروژه هایی هم داشته باشن غالبا و میخوام یه مدت برم سراغ پروژه پروژه کار کنیم نکات مهم در ارتباط با uh, مشاغل مختلف که مربوط میشه به درسایی که تا الان یاد گرفتیم رو بهتون بگم در ارتباط نکات مختلف باهاتون صحبت کنم و یه مقدار این کار رو بیشتر داشته باشیم ای تر بشیم در این نرم افزارهایی که تا الان یاد گرفتیم و بعد میریم سراغ پروژه بعدی و مجموعه آموزشی بعدی که متعاقبا حتما بهتون میگم چه دوره رو شروع خواهم کرد اما در کل درس های قبلیم خب خیلی مهم ویدیوهای ویدیو قبلی هم خیلی مهم من دوره آموزشی که تو الان گذروندیم برای مثال تغییرات بزرگی شرکت گرفته من در ارتباط با برخی از تغییرات ایلستریتر باتون با صحبت کردم حتی که دو تا پروژم اجرا کردیم در ارتباط با تغییرات ایلستریتر که یکیشون تکست پویت اکادمی حالت تریدی بود که داشتیم و در ارتباط فتوشاپ هم یه مقدار باتون با صحبت کردم بخش جنراتیوش که خیلی خیلی هم محبوبه در ارتباط با اون صحبت کردیم امکانات جدیدی که اضافه شد حالا یه سری نکات جدید اضافه شده مطمئنا در اون ارتباطم باید باهاتون حرف بزنم و تغییراتی که شکل گرفته در نرم افزارهای دیگه مثلا در پریمیر ما یه سری تغییرات خیلی خیلی خوب داشتیم ظاهر نرم افزار عوض شده به خصوص در پریمیر و افتر افکس یه سری جاها تغییراتی داشتیم ظاهر کلی کار تغییر کرده منوها تغییر کردن ما پنل پراپرتیز رو در نرم افزارهای ادوبی داریم که الان به صورت شناور وجود داره و میتونیم ازش استفاده کنیم در ارتباط با اینو باید باعت باهاتون صحبت کنم تغییراتی که به وجود اومده برای مثال خیلی از دوستان سوال میپرسن که چرا لگسی تایتل در نرم افزار پریمیر دیگه نیست نمیتونیم ازش استفاده کنیم بعضی از دوستان فکر میکنن در نرم افزار اونا وجود نداره نه کلا حذف شده من فکر کنم از نسخه 2022 به بعد لگسی تایتل حذف شد و خود کمپانی هم گفته دیگه از Essential گرافیک استفاده کنید از پنل Essential استفاده کنید به نظر من بد نبود که باقی بمونه بخش لگسی تایتل چون میشد جداگانه سری تغییرات رو اعمال کرد یک بخشی رو به پریمیر اضافه کرد کلا یه سری کار میتونستیم اونجا انجام بدیم در ارتباط با تکستمون و ظاهر تکست و اینجور موارد حتی خیلی راحت میشد کنترلش کرد ولی باید به پنل اسنشال عادت کنین تمام کارهایی که در اون بخش لگسی تایتل میتونستیم انجام بدیم الان در پنل پن... اسنشال میتونین انجام بدین ما بقیه موارد هم که به صورت ابزار هست یعنی مثلا شما کادر تعریف کنید و اینجور موارد همه هستند اتفاقی نیافتاده ولی خب چون یه بخش اضافه در نظر گرفته اینو ادوبی بخش لگسی تایتل رو به طور کلی حذفش کرده پس مشکل از نرم افزار شما نیست دیگه در نرم افزار پریمیر وجود نداره به انشالله عادت میکنیم یا در افتر افکت اون آیکون دوربین حذف شده آیکون کامرا حذف شده و زیر مجموعه هاش رو جدا جدا در منو قرار داده برخی از دوستان دنبال دوربین میگردن دنبال کمرا میگردن اون بالا نیست خود کمرا واقعا نیاز نبود به بودنش به آیکونش زیر مجموعه رو همیشه استفاده می‌کردیم که دیگه اون کمرا رو از کرده سه تا زیر رو دقیقا گذاشته گذاشتم تو منو یعنی همون کار رو میتونین انجام بدین شاید بعد نباشه یه تعریفی از اینا دوباره داشته باشم و توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده واسه همین ترجیح میدم بعد از ورد واقعا بریم سراغ نرم که تا الان یاد گرفتیم تغییراتشون رو با هم بسنجیم ببینیم چه تغییراتی کردن چه اتفاقاتی برشون افتاده چه چیزایی بهشون اضافه شده چه تغییر ظاهری کردن ممکنه اینم گنگ به نظر برسی یه جاهایی همه چی سر جاش مونده ولی خب مثلا پنل ظاهرشون عوض شده اینا رو دوباره بررسی کنیم و پروژه کار کنیم پروژه خیلی مهمه برای اینکه بهتر یاد بگیریم کارمون رو تعداد پروژه در یک سال گذشته خیلی کم بوده متاسفانه باید افزایش بدم این موارد رو برای درس های مختلف هم این کار رو انجام میدیم نیاز به حمایتتون داره البته و پشتیبانیتون و دیدن ویدیو ها در کانال یوتیوب پویوت اکادمی و پویوت وب فقط در کانال یوتیوب که بزرگترین حمایتیه که میتونین از کانال های پویوت اکادمی وب داشته باشین و البته از من یه مورد دیگه هم که دوستان پرسیده بودن و بعد بهش اشاره کنم در ارتباط با تعداد ویدیو مخصوصا در کانال پویوت وب دوستان درخواست که تعداد ویدیوها بیشتر بشه واقعا شرایط و زمانش رو ندارم که بیشتر از این ویدیو تولید کنم دو تا ویدیو برای پورت وب دارم میگیرم سه تا ویدیو در هفته برای پورت آکادمی دارم میگیرم میشه پنج تا ویدیو در هفته و پروژه کاری خودم رو دارم یه سری موارد دیگه هم هستش و شرایط شخصی خودم هست که یه مقدار فضا نیاز دارم نیازه که شاید یه سری تغییرات به وجود بیارم خیلی دوست داشتم یک سری کارهای جدید انجام بدم و یه پلیلیست جدید به وجود بیارم در پویوت آکادمی شاید در پویوت وب این کار رو انجام بدم و یک پلیلیست جدید اونجا معرفی کنیم که دربارش به وقتش باهاتون صحبت میکنم یه مقدار موضوعش متفاوته با کاری که داریم انجام میدیم ولی زمانی که بخوام شروع کنم به آپلود ویدیوها دارم در اون بخش و همه چی 100 درصد شده باشه به موقعش دربارش باهاتون صحبت میکنم فکر میکنم موضوع جذابیه و امیدوارم شما هم دوست داشته دو باشید بنابراین من تمام تلاشمو دارم میکنم که ویدیوها کیفیتشون رو از دست ندن کیفیت رو یعنی نمیتونم فدای کمیت کنم فدای تعداد ویدیوها کنم سعی میکنم همین روند رو حداقل حفظ کنم تعداد ویدیوهایی که داریم میذاریم ولی کیفیت کار پایین نیاد یه نکته نهایی یه مورد آخریم که الان به ذهنم رسید و یادم افتاد اینم بهتون بگم در کامنت ها برخی از دوستان خب نرم مختلف رو پیشنهاد میکنم برای آموزش من با همه این نرم افزاره آشنا نیستم که بتونم آموزش بدم مواردی که به طور 100 درصد باهاشون آشنا باشم بدونم میتونم صفر تا صد اونا رو اجرا کنم میتونم آموزششون بدم یا تجربه آموزش اینا رو قبلا داشتم اینا رو حتما در لیست آموزش ها میذارم کار رو جلو میبریم اما برخی از نرم رو به طور کامل بلد نیستم سعی میکنم فعلا شروع نکنم مگر اینکه 100 درصد همه چی رو یاد بگیرم خودم و بدونم میتونم آموزش بدم یعنی تجربه کافی هم داشته باشم برای اینکه بتونم اون رو آموزش بدم برخی از نرم که اصلا بلد نیستم مثلا برخی نرم افزارها دوستان پیشنهاد میدن میگن دوره بعدی آموزشی فلان نرم افزار نشنیدم اسمش رو و من چیزی که حتی اسمشو نشیدم چطور میتونم آموزش بدم دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون مرسی از پشتیبانیتون ازتون درخواست میکنم که پشتیبانی و حمایتتون رو از کانال یوتیوب پویت آکادمی و پویت وب متوقف نکنین همراه من باشید من باز هم با دوره های جدید با پروژه ها و ویدیوهای جدید در خدمتتون خواهم بود کانال یوتیوب پورت آکادمی همراه شما هست شما هم همراه پورت آکادمی و پویت وب باشید باز هم از لطفتون و از همراهیتون یک دنیا ممنونم متشکرم موفق باشید